عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. عمران اگه بیشتر از 2 دقیقه بتونه بمونه. بیشتر از عمران 2 دقیقه اگه نتونه. این که گفتی اصلا معنی نداشت. واقعا؟ این کلکلی که یاد دادی اصلا هنوز جا نیفتاده. ولی اگه تمرین کنم عمران اگه هیچ عددی هستی. نابودم کرد. 1 و 14. بیا دیدی؟ جوجه رو آخر پاییز میشبرم. چرا؟ چی چرا؟ که نشمارن. خب نشمارن؟ چه فرق میکنه که بشمارن؟ چرا آخر پاییز؟ بابا اینم نمیدونی؟ خیلی معلومه آخر پاییز میشمارن دیگه، پس چی بیان؟ که بشمارن؟ بهار. بهار؟ خب ببین بهار که نمیشه که. بابا این بذار بهتون بگم دیگه، آه این جوجه ها خیلی شیطونن، خیلی ورج و برجه میکنن. وقتی که هوا خوبه اینا همش بیرونن دیگه، همش میدونه این بر اون بر. مثلا میای بیشمانی میگی 1 2 3 4 5 دفعه میگی دوید اومد این بر، 1 2 3 این ها میذاری اینجا 1 2 3 دوره رفتم. ببین اصلا نمیشه شمردشون. خب برای همین هوا که خود خوبه نمیشمانن اینا رو، میذارن هوا که راش به روز سرما میرفت نزدیک خواب زمستونیشون شد جمع میشن یه گوشه، بعد اونجا میشمانن. شاریشون میفته. بابا هر چیزی یه حکمتی داره، بی خودی که نی. اما من بپرسی منطقیه دیگه، شاریشون کم میشه. بیا از 2 گذشت 2 و 30 همین الان هست که تموم شه دیگه، بالاتر از این نمیره. من که میگم به 10 دقیقه هم میرسه. 10 دقیقه؟ هیچکی تلا 10 دقیقه نتونسته بالا 10 دقیقه که اصلا نمیشه. بخ خوبه خوبه، میبینم که خوب دوره هم جمع شدین و گرم گرفتین. بیا 2 و 60 2 و 61 3 دقیقه تمام. چی 3 دقیقه تمام؟ چیه؟ داره میبینیم کی میتونه بیشتر از همه بدون لباس بیرون باشه. سوال خوبی، کی بیشتر از همه میتونه بدون لباس بیرون باشه؟ اگه من بودم که کرکمتون عمران پر. بذار گاندی بیاد تو نوبت من بشه. گاندی بسلام. گاندی چرا فرستاده میره؟ خب الان خفه میشه، بیا تو مسابقه است. نترس بابا، گاندی از اون آدمایی که خونه درست حسابی به مغزش نمیرسه،
تا مغزش بیا تشخیص بده اکسیژنش کم شده 7-8 دقیقه طول می‌کشه. منطقیه. منطقیه. غم انگیزه ولی من بهت افتخار می‌کنم. به هیچ چی فکر نکن. برنده شی. خوبی گاندی. بس. خوبی؟ بیرون نگم. بردار ببینم چی میگی؟ میگم شد 3 دقیقه. خیلی خب بابا یه طوری میگین 3 دقیقه انگار 3 ساعت بیرون مونده. 3 دقیقه من اصلا تازه ریاهام گرم میشه باز میشه برم واسه 10-15 دقیقه. بابا امکان نداره، شما که قلیون هم میکشین، چاق هم هستین، کاتیونا پیر هم هستین، چجوری ممکن؟ این بچه واقعا بیشوره. مستقیما به مادر شوهر من رفته. هیچی بهش نمیگی؟ بیشور پاشو خب رفت. باشو الان بهش یه جواب بدم. آقا میگه تو چیکار میکنه؟ پاتو بنده پایین. بی تربیت با بزرگتر از خودت درست صحبت کن. آقا تازه اگه به زور نمی آوردینم توی 3-4 دقیقه دیگه هم میموندم. بی خودی با من کلکل نکن. من خودم پیر 7 نفسم. قدیما هر پنجشنبه جمعه یعنی آخر هفته ها با رفیقام بالا میشدیم میرفتیم ویلای کردان. ویلا داشتین اون موقع؟ مال خود خودم که نبود، مال یه دکتری بود، من رو کلیداش زده بودم یه دونه کپی. آره بعد میرفتیم اونجا، ویلا نگم ها، بهشتی بود برای خودش. 650 متر فقط زیربنا، استخر، سونا، جکوزی، یک یه استخر داشت 25 متر. من طول استخر رو دوبارونی میرفتم زیرابی یه نفر. چه جالب. استخر نمیدونی چه؟ چطور استخر نمیدونی؟ استخر دیگه اسمش روشه دیگه، استرخ. که اگه مایلین خودتون ادامه بدین بهترم. بابا استخر یه سولاخ گنده است، یه گوداله. خب فرض کن اندازه این سالن توش آب میکردن، بعد میرفتیم توش شنا میکردیم. توی آب؟ آره تو آب شنا میکرد. آب واقعی؟ آب واقعی. البته از شنا کردن بهتر پریدن توشه. دو نوع هم پریدن داریم، سوزنی و بمبی. سوزنی رو هر جایی نمیتونی بپری، تو کم عمق بپری دهنت صافه، ولی اتفاقا بمبی رو باید تو کم عمق بپری، چون آب فوران میکنه بیرون، همه رو خیس میکنه. بعضی موقعا میریخ رو خلیون زغالا اینا خیسات خیلی واقعا متاسفم، خیلی متاسفم آقا جون. همین کارا رو کردین که طبیعت رو نابود کردین. آبا خوش شد، درختا خوش شد، ما مجبور شدیم مهاجرت کنیم به غربت. آخه چقدر خودخواهی، چقدر بی ملاحظگی. ها؟ من هر وقت این حد از بلاهت و نادانی گذشتگان رو در مورد آیندگان میشتم و تمام موهای تن من سیزو نگاه کن. اصلا حیف زمینه به این خوبی که افتاد دست شما آدم ها. اگه دست ما ربات ها بود که مرابعش رو اینجوری نابود نمی کردیم. تای تایش 2 قطره روغن می خواستیم یه چیک برق. دوستان اجازه بدین، شما باز یه بنده خدا رو زود قضاوت کردیم. چطور؟ من خودم از فعالین این عرصه بودم. دغدغه من محیط زیسته. اون دکتر بی همه چیزه احمق بیشور برداشت بود 25 متر استخر زده بود. خدای من شاهده، خدای من شاهده، تمام مدت که من 25 متر شنا میکردم میدونی به چی فکر میکردم؟ آیندگان. به پهنای صورتم عشق میریختم و به فکر آیندگان بودم. این من بودم. عشق، عشق، آیندگان، همسرف آیندگان، عشق، همسرفس، آیندگان، عشق، همسرفس، آیندگان، عشق، همسرفس. آقا جون، کافی آقا جون. نه، همسرفس، بگیرم برای روح بزرگ آقا جون. لابا زندگی کردن با اون همه آدم زده محیط زیستی خیلی براتون سخت بوده آقا جون. چفان حالا بگذاریم، ولش کن، نمیخوام با گذشته اعصابتون رو خرد کنم. بابا من خودم تایی کلکل شرطمندی هم، با من کل ننداز. خب آقا ببندیم. سر چی؟ سر چی ببندیم؟ ها؟ سر چی؟ ببندیم دیگه. سر چی؟ سر چی رو ببندیم؟ شما شرطمندی هم نمیدونین چیه؟ ای بابا، ای بابا، شرطمندی نیم
شرط بندی نمیدونی چی؟ چرا این کارو میخوام؟ شرط اسمش روشه دیگه. شرط اسم شرط روشه. شرط. آقا جین شما خودتونم شرط بندی میکردین؟ از نبابق 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 از سلاطین بلا منازع شرط بندی بودم من. خداوند در وجود من یک استعداد و توانایی به ودیعه گذاشته که من مسئولم که اونو به نسل آینده منتقلش کنم. چقدر سخاوتمنده آقا جون، چه روح بزرگی. ما خیلی خوش شانسیم که در دوره زندگی میکنیم که شما انسانی به این بزرگی سر راه ما قرار گرفتین که به نسل ما چیزهای خوب خوب بیاموندنین. خوب جمع کردین. خدای من شاهده هیچ منتی سر هیچ کسی نیست. من به این قضیه فقط به دید یک مسئولیت اجتماعی دارم نگاه میکنم. باریکلا اسی یاد بگیر. یاد بگیر. ساعت چنده؟ 5190 دقیقه. چی؟ از ورکیه 9:15 دقیقه. 9:15 دقیقه. من باید برم سر کار. این پنتیا وقتی من نیستم همش میره پیش اون مارای نونور پشت من حرف میزنه، زیرا به من میزنه. درستش میکنم. اونم درستش. دستو هفت بریم. من کجا بریم؟ برای اینکه بشقاب پرنده باتریش خوابیده میخوام باتری به باتیت کنم. تو چرا این بشقابو سرویس نمیکنی؟ بشقاب اگه دست من رو سرویس کنم چی میگی؟ اونا باتری من جواب خودم هم نمیده. بیام با بشقاب باتری باتری کنم. 67 قور نزن. اگه قر نزنی قر میدم بعد از کار برم برات یه بوت روغن هیدرولیک تگرگی بگیرم. مجمل هم میخری؟ اون هم میگیرم. باشه بریم. آقا چون میشه این شرط بندی رو به منم یاد بدین؟ میخوام به لونا ثابت کنم که میشه به منم افتخار کرد. ببین پسرم، قضیه به این راحتیام نیست. استعداد میخواد، قدرت تحلیل مسائل میخواد، باید روانشناسی بدونی. ها؟ خب پس به من یاد بدی. بله میفهم بدون آقا چون. چون دنبال چی میگردی؟ چون من کی میپرسم؟ ببخشید آقا جون، دنبال چی میگردی؟ پیدا کردم. میگم قبلا یه جای دیده بودم شما. سکه. خب جون سکه چیه؟ این قرصای آهن منه. قرص آهن؟ بله چی به تو گفته؟ از ادی گرفتم خودم یه ماه پیش. اینا سکه است. اینا رو نخوری ها. دست 100 نفر بهش خورده. چیزی میگم من الان 26 عدد از اینا رو خوردم. اینقدرم دف خیلی قرصای سختی بابا هدی. همش داره این کارو به من میکنه. پس الان قلکی هستی واسه خودت. اینا سکه است دیگه نخور. بخش من یه سوالی برام به وجود اومده. این سکه اصلا چی هست؟ پول دیگه، پول. بابا پول که اینه که. بابا ما قدیما از این قرتی بازی‌ها نداشتیم که. از اینا استفاده می‌کردیم. خرید و فروش می‌کردیم باهاشون، تلفن می‌کردیم، پیچ وا می‌کردیم. هزار تا کارایی داشت. اینجوری چی نگاه نکنی؟ چه وسیله پیچیده‌ای، اصلا به قیافش نمی‌خوره. این قدیمی‌ها باهوش بودن ها. بله و باهوش‌تر از اونم منم که 26 عدد از اینا خوردم. تو از بس که اسکلی. تازه کارای اصلی پول سکه این نبودش که. شیر یا خط؟ یکی از پرطرفدارترین و قدیمیترین بازیهای کره زمینه. خیلی هم ساده است. یه سکه داریم که یه طرف شیره، یه طرفش خط. بازی دو نفر است. هر کی یه طرف اینو انتخاب میکنه، یکی دیگه هم مینزه بالا و هر وری که بیاد اون برنده میشه. اما فرقش این کدوم ورش شیره، کدوم ورش خط؟ باری کلا گاندی، چه سوال خوبی پرسیدی. ببین چون این سکه روش خط نداره، معمولا اون طرفی که روش عدده رو ما میگیم خط.
بیا الازی نگاه کن. آپا عکس شیرینه. ببینم این اینو من 5 6 تا خوردم. ببینم اینو شیر نداشت. ادی این شیره؟ نیست. این ساختمونه. آه گفتم قبلا یه جایی دیدمش. روی همه ساختمونایی که میبینی. بخشی پس شیر چیه؟ تو شیر نمیدونی چیه؟ اصلا این شیر نمیدونه چیه؟ تو تا شیر ندیدی؟ تو چطور شیر نمیدونی چیه؟ من 5 مقاله در باب شیر به تو دادم، خوندی یا نه؟ اینو به من فقط بگو. اصلا خودت هم نمیدونی شیر چیه؟ من دارم خیلی نزدیک میشم، نیاز به راهنمایی دارم. بابا شیر همون حیوونه که دندونای تیز داره گرش میکنه. اینکه یه دایناسوره. دایناسور؟ بله. بابا اونی که یال داره، آهو میخوره، تو جنگل زندگی میکنه، بهش میگن سلطان جنگل. بخش یال چیه؟ آهو چیه؟ جنگل چیه؟ و سلطان چیه؟ آخه شما رفتین تو فاز جدید، ما کاملا گمراه شدیم آقا جو، اصلا هرس نداریم. بلش کن، یه ذره رنگم بکنیم. حق داریم، ما هم قدیم چون انقدر تنوع شیر داریم، ما هم قاطی میکردیم. ببینیم مثلا شیر دستشویی داریم، شیر خشک داریم، خود شیر تازه داریم، شیر نمیدونم پاکتی داریم، شیر قهوه، شیر نسکافه، شیر بستنی، شیر توت فرنگی. میدونی خیلی چیز، مبحثش خیلی گسترده است شیر. آره آره، جالبه. چه جالب، شیرهای شیر هم نمیدونی چیه؟ کدومشو؟ شیر خوردنی. بابا یه مایه سفید میخورن از بچه میدن، بچه ها میخورن تا بزرگ بشن. بابا اونی که از گاو میگیرن. گاو چی؟ گاو تویی. گاو منم که باید بشینم اینجا توضیح بدم یال چیه، جنگل چیه، آهو چیه، سلطان چیه. گاو منم. بابا چون شیر میدین شما؟ آقا بد کن اصلا. این بازی شیر یا خطه، یه بره شیره یه برش هم خطه، اصلا هیچ دلیلی هم نداره، همینجوری شیر یا خطه. الان هم بازی میکنیم. اسی بگو ببینم شیر یا خط. من غلط بکنم اینو شما خودتون بفهم. نه بگو، سر یه مخ بازی میکنیم. من همین خط. بله. بفرما. خط اومد. دیدی؟ چی شد الان؟ تو الان یه مخ بردی. جدی میگی؟ آره. بیا این یه مخ مبارکت باشه. ببین چقدر ساده است، چقدر جذابه. چه شغل جالبی، چقدر آبرومند. اصلا به عنوان کار خونگی من جدی میگیرم. البته ببین همیشه هم اینجوری نیستا. تو الان این دفعه شانس آوردی. همیشه هم اینطوری نیستش که تو ببری. من میبرم، من همیشه خوش شانسم. من اصلا معروفم، شهره هم به خوش شانسی. چه پرو نگاه کن، کلکل هم هیچی نشده شروع کرده. ببین من سلطان شیر یا خطم، الان پوزتو به خاک میمونم. نگاه کن نوبت منه، نوبت من. نه یه دقیقه وایسا، بابا شاخ شده، بذار شاخشو بشکنم اول. سر دو مخ بزنیم. بزنیم شیر یا خط؟ شیر. شیر باشه. شیر دو مخ رو بدین دیگه الان. درسته؟ من تا اونجا که اون کار رو یاد گرفتم. واقعا دو مخ دیگه بر... بابا این خیلی شغل جالب پردر اومدی. البته میدونی که سکه دو رو داره دیگه. خب. برای همین 50-50. خیلی شانسیه. شانس آوردی تو. بله خب ما ببین ما اصلا خانوادگی خوش شانسی. ما معروفیم به خوش شانس بودن. امکان نداره شما ببری. نه خیر اینجوری هم نیست. بعضی موقع تکنیک هم درش دخیله. من خودم سلطان این بازی ام. اینجوری فکر نکن. الان ببین چیکارت میکنم. پشیمونت میکنم که وارد این بازی شدی. خود دیگه نوبت منه دیگه. یه دقیقه وایسا. بابا تو ادب کنم یه خورده. قربونت برم وایستا. خیلی خوب، سر سه مخ بزنیم. سر هر چی شما میگیم بزنیم. سر سه مخ سر من سمخ. انتخاب میکنم این دفعه. خیلی خوب. شیر باش. پس من خط. من خط. پس من شیر دیگه. شیر رو که من انتخاب کرده بودم. خب من خط دیگه. خب من یه ورشو بالاخره من باید. خیلی خوب، من شیر تو خط. چشم باش. و کیپ خط بده ببینم. سه مخمو بده. خیلی من خوشم اومد از این. اصلا من دیگه نمیرم دنبال کار، همینجا میشنم تو خونه باشم شیر یا خط بازی میکنم. خط باشه. آه بدیم. و خط و خط بول. آه
نگاه کن شیر. فوتبال فوتبال آفرین پول منو بده آقا. کی پول تو رو خورده؟ بفرما تو بزن. من با تمرکز کنم سر نه مخ. نگاه کن آقا، من تمرکز نداشتم، تموم شد و تمام. پول آره نه مخ دیگه، بیا بالا بجام ببینم. بجام وقتی یه کاری آدم توش خوب خیلی پر درآمد و خوب دوست داشتنی. آقا ممنون. خب حالا میریم سراغ 15مو. خیلی خوب دیگه بس دیگه، دنتو ببند دیگه، گندشو در آوردی، همش بازی 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 بازی. خب که کار کنیم؟ برای همین هیچ پخی نشدی دیگه، همش نشستی تو خونه، به نفعه من داره خرج تو میده. خب وقت چون بالاخره نوبت بفتن دهنتو ببند. درو بسته کن با من، من بزرگترتم، تو روی بزرگترت حق نداری واشتی. چیزی نگفتم آقا جون، خیلی مایل به بازی نیست الان. این بازی یکی از ابتدایی ترین دروس دانشگاه شرطبندیه. ترم یک تدریس میشه، از ترم دو اصلا این بازی بچه بازی محسوب میشه. یه بازی دیگه ای میاد جای این شرط بندی رو میگیره که من توش استادم، به اسم بیخ دیواری. خب قوانین بازی رو گفتم، سکه انداختن رو گفتم. خیلی خب آقا، من میخوام فوتبال بازی کنی بی خیال. گاندی جون واسه آخرین بار میگم، پس هر کی سکش به دیوار نزدیکتر باشه اون برنده بازیه. گرفتی؟ نه. کجاشو نگرفتی؟ کلشو یا یه بخشیشو؟ یه بخشه کوچیکشو. خب بگو. اونی که سکش دورتر میفته چی میشه؟ خب طبیعتاً برنده نمیشه دیگه گاندی جان. آره. خب تموم فهمیدی دیگه؟ نه، یه سوال کوچیک دیگه هم دارم. بپرس. این که اگه یکی کلاً سکشو نندازه چی میشه؟ اون بیشوره و با اردنگی از بازی اخراج میشه. گرفتم. الو تو فقط سکتو بنداز، بقیشو بسپار به من، من بهت میگم چی شد. خب فهمیدیش؟ تموم؟ تمام. خب آقا اسی، این بازی مثل بازی قبل نیستش که مبتنی بر شانس باشه. این بازی کاملا تخصصیه، کسی هم که روبروت وایستده اوستای این بازیه، قهرمان سه دوره جام جهانی بیختیواری. نه بابا. بله هرچی خفن. سر ده مخ بزنیم حالا. عجب بچه پر رویه. آقا بزنیم باشه سر ده مخ. خب افرما فکرن اون بازی قبلیه. بندست اسی، اینو دکتر بردیش؟ بله آقا جون. چی شد نتیجهش؟ نتیجهش همینی که میبینید. نفس هم خوردم. حالا باید کنی که رد کن پولو بیاد. آره پول که بدونیم بیاد. یه چی؟ شبا کردم برات، شب میخوابه تو حسابت. خیلی تازه تمرین نکردم. سر بازی خود خیلی خوب بودی. ولی کرد. خب بریم. خب به نظر آقا جون میخوام لهت کنم. ببین پس قشنگ جزوه بردار، نوت بردار، یاد بگیر. ببین استایل نگاه. بیخ دیوار دیگه تمومه دیگه. به نظر من دیگه شما انرژی مصرف نکن، مخو بده بیاد. نه نه واقعا خوب انداختین، ولی نمیتونین منو ببرین. یعنی چی؟ میخوای بزنی تو دیوار؟ حالا نگاه بکنی سکر تو؟ نگاه کن آقا جو. نگاه کن. نگاه کن پسر، یاد بگیر چجوری همه نزه استایلم. آره بردم، بازم بردم. هزار بار دیگه هم بندازیم من میبرم آقا جون. دیدین من به شما دارم میگم بی خودی داری با من بازی میکنی. میلیمتری باختم. پسر تو چه خرشانسی هستی؟ بده دیگه. مگه داریم؟ ول کن اینو، میگم شانس تو به چسب. آقا جون من گفتم که من خیلی خرشانسم، ما خانوادگی اینجوریم، ارثیه، دست خودمون نیست. یعنی کل خانوادهتون اینقدر خرشانسن؟ بله. پدرم الان مثلا صرافی داره، مخ میخره میکشه بالا، مخو میفروشه با مخ میخوره زمین. اینجوری عمو، یه عمو دارم
عمو و ببینید شما اینقدر این خرشانسه، اینقدر این خوششانسه، هیچ قره کشی در دنیا نیست. تأکید میکنم هیچ قره کشی در دنیا نیست که عمو نبرده باشه. خط نزدیک دیوارم بود. برو بچه باشه الان فکر بونه عمو کجاست؟ کجاست؟ رفته با زن عمو یه قره کشی شرکت کردن. فکر بونه چی برده؟ قره کشی؟ قره کشی رو که شرکت کردن، سفر 7 روز و 6 شب آن روم ادا. You are آخه تو شانس رو ببین. خب تو چرا از این شانست استفاده نمی کنی؟ ازش پول در نمیاری؟ آخه لونا خیلی موافق با کار کردن من بیرون از منزل نیست. اینه که من دلم نمیخواد دلشو بشکنم. لونا غلط کرده، لونا بیجا کرده، جلو استعداد دوماد منو میگیره. مگه من میذارم؟ مگه من مردم؟ واقعا؟ خب چیکار باید بکنم؟ تو هیچی، تو فقط منو نردمون ترقی خودت کن، بخش بسپار به من. اینجا چرا اینطوری شده؟ ما را تصمیم گرفت که یه تغییر ایجاد کن. تو چرا اینقدر دیر اومدی؟ بشقاب پرنده و 67 باتری به باتری کردم، باتریشون ترکید. خودم مجبور شدم تا تمرگاه با بدبختی حالشون بدم. نگاه حالا که یه وقت کرد اینجا رو این شکلی بکنه؟ صبح زود. صبح زود چرت میگی؟ اون تا لنگ زور میخوابه. نه از مهمونی دیشبش نخوابی، مستقیم اومد اینجا. آره گفت متحول شدم، یه آهنگی شنیدم میخوام دنیا ما عوض کنم. آهنگ شنیده؟ حالا آهنگ چی بوده؟ اسمش این بود دنیا تو عوض کن. بعدم پنتی دوتا قرار وی آی پی آرایشگاه گرفت برن با هم دیگه شاخکاشون رو ویتامینه کنم. پنتی بلاخره کار خودش رو کرد، بلاخره کار خودش رو کرد، بهش نشون میدم. مارا خیلی منتظر بود تو برسی. راست میگی؟ میخواست منو به خواهش ببره؟ نه گفت اون پرونده ها رو همه رو با خط خانا پاک نویس کنی، با خط کشی قرمز. پاک نویس؟ با دست بنویسم؟ از این به بعد تمام پرونده ها باید به جای تایپ با دست نوشته بشن. این در راستای تغییر مدیریت سنتی به مدیریت مدرن. و حالا این وظیفه ماست که رسم ارزشمند فراموش شده زمینی خودمون رو زنده نگه داریم و اجازه ندیم زحمات نیاکان و قدیمیای ما از بین بره. آفرین. حالا دیگه اگه سوالی نداریم پولا رو بیاین بالا. اجازه باشد. ما بازی شریف شرط بندی رو متوجه شدیم، فقط متوجه نشدیم الان باید روی چی شرط ببندیم. اینو نگفتیم. چه انقدر که هیجان دارم سر این، اصلا یادم نمیاد. ما همینجوری که داشتیم میگفتیم ما خیلی مشتاقیم. بگید خواهشم. اون راه رو نگاه کنی، یه سری آدم ها با نژادهای مختلف اونور راه رو هستن. اولین نژادی که از اون راه رو رد بشه و وارد بازار بشه، هر کی درست حد زده باشه برنده یه شرط بندیه. ساکت خواهش میکنم. گاندی شما نفری 30 مخ میدین دست من، 8 نفری میشه 240 مخ. هر کی برنده این شرط بندی بشه صاحب 200 مخ میشه. آقا جون ببخشید 200 مخ آخه 40 مخش چی میشه پس؟ من اینجا هویجم؟ هویج؟ دندوناش ریخته بود آقا. کی این بازی رو داره برنامه ریزی میکنه؟ شما. مدیریت میکنه؟ شما. کی حواسش هستش حق کسی پایمال نشه؟ شما. بعد به خاطر این همه خدماتی که من دارم میکنم 40 مخ به من نمیرسه؟ میرسه، راحت میرسه، بگیره، ببره، بس میرسه. اینا رو بله همومه، پس دیگه پولا رو بیاییم بالا، بفرمه. Thank you.
حالا 200 مخ شما پیش من به رسم امانت محفوظ و من به برنده شرط بندی تحویلش میدم. خوب حواستو جمع کن، اگه درست حدس بزنی 200 مخ برنده میشه. آجون خیالت راحت باشه، من خوش شانس ترین آدم تو منظومه شمسیم. ببینم چی کار میکنی. خیلی خوب، حالا که همه چی رو متوجه شدین، پولام که پیش منه، بیاین حدساتون رو بگین. شیر شیر. اون یه مبحث دیگه ای بود. چرا؟ یه نجات حدس بزن. خب خط نجات زمینی زن. زمینی زمینی همین خوبه. زحلی بولکان مریخی مریخی جاوا مشتری کلینگون اسی ماندلوریان. ماندلوریان اصلا نداریم، اصلا ماندلوریان مگه داریم نوکرش؟ نداریم ماندلوریان. آخرین باری که من ماندلوریان این برا دیدم پارسال زمستون بود، اومده بود دماغشو کوچیک کنه، به این ماسکش گیر میکرد. یعنی اینقدر کمه؟ خوبیه اینه که این ویژگی رو داره که شما تا دقیقه 90 میتونین گزینتون رو عوض کنین. اسی عوضش کن. نه آقا جون ماندلوریان میاد. از همین لحظه نگاه کنید. بیدی همو بشه همو سیدی 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 همو بشه همو. من مانده بریم. خیلی خوش اومدی به نیوکرم. به نیوکرم خوش اومدی. پسر ببین چقدر الان همه خوشحالیم، چقدر خوش میگذره. از چرا من هر چی فکر میکنم میبینم بهم خوش نگذشته؟ شما باید به نیت خیر خودتون نگاه کنید دکتر، اینکه باعث شدید یکی دیگه شادی بیاد روی لبش و لبخند بزنه. امروز این جوون میخنده، فردا نوبت شماست که بخندی. با بذری که امروز کاشتی، فردا لبخند رو لب خودت سبز میشه. همه بخندید و شاد باشین. باریکلا. بریم اسی کاندی پوش بدیم. من مردم. آره تو بردی، پشت بده. فقط چیز نمیاده از اونجا زمینه بردی. آره خدا نگهدار تا فردا. دیدی آقا جون، دیدی من به تو چی میگفتم؟ ما نیوشهابی ها به خوششانسی اصلا معروفیم. ما دست به نفت بزنیم تبدیل به آب میشه. آره من نمیدونم چرا باید به نفت دست بزنیم که تبدیل به آب بشه، ولی ما نیوشهابی ها خیلی خوششانسی. پسرم شما نیوشهابی نیستی، شما نیو اکبری هستی. در مریخ فرزندان فامیلی مادرشون رو میگیرن. هرچند که فامیلی خود منه، ولی خاک تو سرت. بله ممنون. نگاه کن. به به، تو چرا از این شانست استفاده نمیکنی؟ چی میگه استفاده؟ من مدام دارم استفاده میکنم. مثلا مترو، من میرم مترو، مثلا قلقل است، میرم تو مترو، یه نفر بالا میشه، من میرم میشنم سری جاش. پارکینگ میام، پارکینگ اصلا یه دونه جا هم نیست. من تا با بشقاب میام، یه بشقاب بالا میشه، من میرم اونجا پارک میکنم. توالت عمومی 300 نفر 400 نفر. خیلی خوب، خیلی خوب، تو گند استفاده از شانس رو در آوردی. دست رو بیار جلو ببینم. خواستی بهت بگم شانس استفاده کردم یعنی چی؟ برو حالش رو ببر. حلالت. واقعا مقوله تو 40 مخ؟ پس چقدر؟ مگه من 200 مخ نبردم؟ 200 مخ بردیم، 80-20 تقسیمش کردم. 80 شما برداشتین، 20 من. چرا؟ مگه نگفته بودم؟ گفته بودم که. بله بله گفته بودم، من یادم. چه یادت؟ قانون اینه، شرط من 20 برمی‌داره، منیجر 80. قانون یه ذره ناعادلانه نیست؟ مگه من این قانونو گذاشتم؟ خیر، این قانون باستانیه، هزاران سال سینه به سینه چرخیده تا به رسم امانت به دست من رسیده. من که نمیتونم تو رسوم نیاکان خودم دست ببرم که، میتونم تغییرش بدم؟ خیر. بعدم قدیمی ها هر کاری که میکردن روی حکمتی بوده.
یه فکری پشتش بوده. الان بگم فکر پشت این چیه؟ یعنی اینکه انسان یاد بگیره که همیشه سپاسگزار آموزگار خودش باشه. نکته ریزش اینجاست. من از شما سپاسگزارم آقا جون که آموزگار خوبی بود. فقط اون خب چلموخ اولی که گرفتین بابت چی بود؟ اون که اصلا جریانش فرق میکرد، اون واسه گردانندگی بازی بود دیگه. ببخشید من الکی بیام هشت نفر گردن کلفت رو مدیریت کنم، هیچی هم پول چلموخ به من نمیرسه. تو اکی اینقدر بی انصاف شدی؟ جدیده خودم رو احساس شده بده به نظرم بی انصاف. چی؟ من نبردم، جایزه بده دیگه. ولی تو این بدشانسی آوردی. بده پول این بچه رو بره. من پول؟ بابا من کنه 40 مخ بردم که به اینم باید پول بدم. پس کی بده؟ من بدم؟ پسرته، تو باباشی، پدرشی. من میدونم اون پسرمه، ولی شک دارم اون بدونه من پدرشم. بابا پولمو بده دیگه. بیا میدونه. بده 10 تا تو بده، 10 تا من میدم. برو بعدم بهت میدم. 20 مخ. میتونم 20 تا پرمشکی بخرم. چه پول داد به تو؟ میدم. خب بریم یه چرت بزنیم، سرحال شیم، میخوام بریم جیب بقیه نیوکراج خالی کنیم. ایوال بریم همه رو میبرم. آقا اگه اجازه بدی من دیگه نیام، من چون دیگه دارم کار خونه دارم، من بمونم شما تشریف ببرین. یعنی چی من نیام؟ رفیق نیمه راه ما بدون تو کجا بریم؟ ببینید اونی که برده مگه من نبودم؟ خب منی که بردم 60 مخ دادم، الان 30 مخ دارم، این هیچی نداده 10 مخ دارم. شما هیچی ندادین 200 مخ دارین، این چطوری میشه آخه؟ قانون گذار برای اینجا فکر کرده، یه تبصره گذاشته، گفته که عبازی دوم به صلاح دید منیجر میتونه تا 30% هم ارتقا پیدا کنه درصدشون. فکر همه جا رو کرده قانون گذار. ببین پولی در انتظارتی که اصلا ببین لذتشو ببری، حالشو بکنی، یعنی انگار چای نف پیدا کردی. چای نف اصلا ارزشی نداره که. آها منظورم چای آب بود. خودتو تصور کن روی قله دکل چای آب نشستی، اون نوک نوک و داری پادشاهی میکنی. این تازه یه بخش کوچیکی از پولی بود که میتونستیم به دست بیاریم. میخوای نفر اول نیوکرجت کنم؟ انقدر پول بریزم تو مچت که نتونی دستتو بیاری بالا از زور سنگینی؟ واقعا؟ پس دستتو بده به من. میخوای یه بشقا پرنده شاسی بلند آخری مدل 6 نفره داشته باشی؟ آره. بلند دواره؟ آره. میخوای یه خونه ویلایی تو بارسون داشته باشی؟ آره. میخوای تو مریخ همه صداد کنن سلطان؟ آره. پس نشونشون بده کتن کیه؟ من چون نمیدونم آخه. کتن توه پسر. کتن منه. بگو کتن منه. کتن منه. کتن منه. نزن آقا جون کتن منه. بلند بگو کتن منه. کتن منه. ببخشید کت که تن منه. دیده همو نشه همو وقت میشه اصلا همچی میشه 20 بار الان داریم میندازیم اینو. آره معلومه که بردیم، ما همیشه میبریم. بس این چیه داری چکار؟ مالا شانس ته عزیزم، شانس ته خدا باید فوش بگیم. میدونی اگه مادرت بفهمه چه مادری ازت در میاره؟ نه بابا خیالت راحت بشه، من به چیزی نمیگم، بین خودمون میمونه. خب بزن سر 50. سر 50. آقا شما دارید سر منو گول میبینید. چه؟ اینجوری قبول نیست. چرا قبول نیست؟ چرا اصلا بده خودش بنداز، بده خودش بنداز، بیا خودت بنداز. بیا من که 10 بار گفتم بیا خودت بنداز. این حرفا نیست، ما تقلب تو کارمون نیست. سر پنجمو شیر یا خط؟ شیر. باری کلا چه انتخاب هوشمندانه. نه برو. آه یکمین باره مگه میشه اصلا؟ اشکال نداره داداش، بدشانسی دیگه، پول رد کن بیاد 50 مخو بریسیم دست. بدو نیوکراج عمومه منتظر ما هست. آفرین پسر خوش حساب. ولی کل با اون کاری نداشته باشا، با من طرف میگاه کن، بازیت کار کن. گفتم با اون کاری. آقا جون ولش کن، تقلب تو کارمون نیست. بده به من اینو، بده به من اینو. Thank you.
شیر یا خط؟ من برای فرمون خط. خط شیر بفرمایید. خط 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 بفرمایید. این شما و این اسیبیق دیواری. شیش و دو بایست بایست هنوز داره میچرخه. دو یک ایوان یک ماه چایی رایگان برای خانواده نیو اکبری. بزن کف قشنگه رو. او قاطی کرد. بدانت من برم مدیتیشن کنم اعصابم آروم شه. آره لازم. غلط نکنم تا از سمت تاریک نیرو استفاده میکنم. نه بابا تاریک نیرو چیه؟ نیرو در کنارت باد لوک. خفشو لوک ناراحت نباش. پول چرک روموچه. واقعا؟ نه بابا پول عشق. خب یه چایی از طرف خانواده نیو اکبری مهمون ما هستیم برای اینکه التیامی بشه روی زخمای باخت همگی عزیزان. ممنون آقا جون. انقدر داد زدی سر بازی صدا دیگه یه هیجانه دیگه. یا اسم تو چجوری برنده میشی؟ انقدر شانس بده نکنی دو این تقلب میکنی. خجالت بکش لونا. تو شوهرتو نمیشناسی. این وصله ها ممکنه به اون بچسبه ولی به آقا جونت که نمیچسبه. نه ببخشید آخه ولی خیلی عجیبه. عجیب نیست. تقلب برای کساییه که هیچ وقت شانس نمیارن. من نیازی به تقلب ندارم. تیله مارم اخی کن بیاد بلا. دست پرورده خودم بیا برو عشقا یه مخ. خب لونا نظرت چیه؟ میذاری بیاد بیرون کار کنه یا اینکه میخوای هنوز مرد خونه دار بشه؟ حیف نیست این همه استعداد تو خونه بخشکه. شما نگاه کن فقط این حاصل دستنج دو روزه. من که با کار کردن مرد مشکل ندارم. تموم. فقط میگم که کار غیر قانونی نباشه. چون اگه حتی یک ذره هم غیر قانونی باشه مرد شاغل من به تبریک میگم. برات آرزوی موفقیت میکنم. تبریک میگم داداش. اصلا من همین فردا میرم پیش اون مارای نونور تو آژانس استعفا میدم. خودمون یه شرط بند خونه به ما میندازیم. ببخشید منم میتونم بازی کنم؟ آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید اینجا بشینید. خواهش میکنم. بفرما بشین. خیلی خوش اومدی. ممنونم. من هانی هستم. اوه هانی. هانی جون جانم تالا تاس انداختی؟ تاس همون تاس نمیدونستم چی اومدم ببینم. اشکالی نداره همیشه برای شروع وقت هست برای پایانم یه وقتی هست. پایان تلخ. آقا ناصر توضیح بدید. خب ببین هانی جون خیلی ساده است. تاسو میلزی مجموع هر کی بیشتر شد اون برنده است. خب حالا چقدر میای وسط؟ چی و مخ هانی جون مخ. هزار تا خوبه؟ هزار؟ وارد نیست. آره هزار خوبه. اگه بخواید بیشتر هم میشه. اگه میخواید براتون زیاد نیست 1500 تا. چی داری میگی؟ اصلا میخواییم 2000 تا. 2000 تا؟ ارسی چته؟ نه اوکی همون 1000 بکنیم 5000 تا. چی؟ 5000 نه چقدر تو حسابمون داریم؟ بابا بیخیال بابا تو حسابمون چقدر داریم بابا جون؟ داره به بر میخوری تو حسابمون چقدر داریم؟ هانی جون ما رو یه لحظه ببخشید. یه جمع خانوادگی نیاز. نه بابا جمع خانوادگی چی داره؟ بابا بیان جنانه اسی هیچ معلومه چته؟ داری چی کار میکنی؟ خب شرط بندی کنم دیگه بابا. واسه این معلومه از این خانمزاده های چیزی هست که این پولا براش ارزش نداره ولی این پولا برای ما خیلی ارزش داره. اسی خب از همینو باید پولا بکنی. آفرین من یادم میونه این بچه فقط به من اعتماد داشت. تا
تمه 3 تا سولاخ داره، ریز ریز بردن خیلی بهتره، باختن درد داره، گنده باختن دردش بیشتره، باختم که میگم. اسی خوششانسی هم حدی داره و شانس سولاخ هم نداره. آره بابا تو چی داری میگی؟ بله شانس حدی داره ولی نه برای من بانو. میدونین چرا؟ چرا؟ چون کسی که شما همسرش باشی خوششانسترین مرد دنیاست. بریم بابا مثبت 18 شد بریم. آنی جون الان میام بچه 7000 تا. چی؟ 7000 تا. نه بابا شوخی میکنه ولی من متاسفانه 4000 تا بیشتر هم راه. همون 4000 تا کافیه. عالیه. نه یا 7000 تا یا 4000 تا. بشقاب پرنده هم جلوی دره، اون 4000 تا اونم 4000 تا با هم 8000 تا. 8000 تا خوبه. 8000 تا عالیه. 8000 تا مرگ. یعنی چی خوبه؟ ما اصلا 7100 تا بیشتر پول نداریم. ما هم کلا 23 تا داریم. 7100 یه 67 هم خونه داریم اونم میسوزه. قبوله. بده من آوازه. چون بلد نیست بیا اول بزن. ببین اینو میگیریم پرت میکنیم اونجا. دو تا 5. خب 5 و 5 یعنی چی؟ 5 و 5 یعنی 10 که تو این بازی خیلی عدد بالاییه. ببخشید ها. گفتی بشقاب پرنده کجا؟ جلوی دره. توی چپ گوشه. ببخشید آقای خود مشکوکم ها. بیا عزیزم بیا بنداز. میشه از همینجا بندازم؟ بلد نیستش. اشکال نداره. بذار بندازه. کنم. بیا قربونت. از هر جا دلت میخواد بنداز. بنداز. اسفند. خب بده من خوبیا. آقا جان حالا من فعلا قبل از اینکه پولو بگیریم بذار من براش توضیح بدم چرا شما باختید. دلیل باختتون اینه که شما جوونین، جویای نامین، دنبال آگاهی هستین. من ریاضیم زیاد خوب نیست ولی مگه 6 از 5 بزرگتر نیست؟ معلومه 6 همیشه بیشتر از 5. من آموزش دیدم شما هم بعد دوره ببینید. دو تا 6 دیگه. مثلا من اومدم اینجا مگه من چجوری شروع کردم؟ یه مخ دو مخ سه مخ چهار مخ از اینو بردم الان رسیدم به این جایگاهی که شما دارین میبینید. و شانس یار همیشه من نبوده. من به خاطر شما ببین الان باختی اشکال نداره. دلیلش اینه که هر یعنی باختیم؟ قطعاً باختیم. منم باختیم. که خوششانسی؟ ما نباید میباختیم. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه این آدم هست. متقلب. تقلب نه. اه ما اصلا خانوادگی شانسمون حرف نداره. به عنوان کوچکتر میخوام یه نصیحتی بهتون بکنم. هیچ وقت با یه نیو شهابی شرط نبندید. چی شد؟ چی شهابی؟ چی بود اسمت؟ من هانیبالم. هانیبال نیو شهابی. البته میتونید هانی صدام کنید. نیو شهابی چیه؟ نیو شهابی کیه؟ نیو شهابی منم. خوششانس منم. تو نیو شهابی هستی؟ بله. اسمتون چیه؟ اسکندر. تو کیخسرو نیو شهابی میشناسی؟ کیخی دیگه، کیخی بابامه. بله کیخی. آره کیخی. خب پس پدر شما میشه نوه عموی پدر من تهمورس نیو شهابی. تهیخا تهیخا پدر شما. بابا تهیخا من میگم خوشناس هانی میدونی کجا دیدیم اما عروسی. عروسی کی؟ عروسی عمو آرمادیلو. آرمادیلو. چقدر خوشحالم میبینم. آخه چقدر خوب شد. 70 ساله رفتن اطلارو تازه برگشتی. بازی فامیلی بود. من خیلی عجله دارم. رد کن گرد. رد کن بیاد. هانی جان فامی؟ بله به آقا کیخی حتما سلام منو برسونید. سلام آخه عزیزم میدونین شما به هر حال همسن و سالین، خوبه که مراودات مالی با هم دیگه داشته باشین ولی اینم میدونم که شما حتما تو فامیل به بزرگترتون احترام میذارین. من که میدونی چی میشم، بزرگ خاندان عروس فامیلتون. بله بله اتفاقا من اصلا تا حالا تعریفتون نشنیده بودم.
تو فامیل سرت نمیشه. خیلی دیرم شد. ویژگی ما نیوشا حفشو. خیلی دیرم شده اگه میشه. آره درسته، من خیلی خوشحال شدم، خیلی واقعا کنارتون بهم خوش گذشت، خیلی خوشم اومد ازتون. حتما یه فرصت بهتر یه معاشرتی با هم بکنیم، حتما. یا خدا رو شکر 67 یادش رفت. راستی 67م یه 67م بود بهم باختین. 67م کجاست؟ خونه. خب پس برام پیک کنید سریع‌تر. نیو اکباتان فاز 5 بلوک 3 اونجا بیاید بگید هانیبال خرشانس، همه میشناسن. فقط خونم خیلی کثیفه، لطفا زودتر بفرستین. گفتم دیگه نیو شعبی ها خیلی خوششانسن و به همین. آره وقتی رفتیم خونه حالیت میکنم. آنو خودت گفتی خب 67 منو میدی بره؟ 67 دیگه خودت وقتی رفتیم خونه مجبور شدی کار 67 خودت انجام بدی، میفهمی که مرد خانه دار بودن یعنی چی؟ بچه ها بی خیال، تمام مزه شرطمندی به برد و باختشه دیگه. اینکه نمیشه همش برد 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 برد. آدم یه بارم باید ببازه. ببین الان باختیم چقدر خوش گذشت، چقدر هیجان انگیز بود. ول کنین دیگه، تموم شد رفت، فراموش کنین. حالا یه روز دیگه میبریم. الان بریم خونه، میخوام یه شام درجه 1 بهتون بدم. بگین چی؟ کشک بودم جون. بریم را بیافتیم بریم. من برم یه بچه هم آقا جون بابا 8000 باختین بابا، میگه بریم کشک بودم جون بخوریم. بیایم بریم. بریم